برگشتیم با شما هستیم. یک سلام مجدد داریم به هموطنان ما که همین لحظه برنامه را تماشا میکنین. سومین دور واکسن پولیو کمپاینش امروز در سراسر افغانستان آغاز شده و ما هم جناب دکتر میوند احمدزاده دعوت کردیم که مسئول برگزاری این برنامه هستن و میخوایم صحبتی داشته باشیم در رابطه با برگزاری دو دور قبلی که در سراسر افغانستان واکسن پولیو برنامه‌اش سپری شد و این بار دور سوم واکسن پولیو هست که در سراسر افغانستان برنامهش امروز آغاز میشه. سلام جناب احمدزاده، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام بر شما. لطف کردین تشریف آوردین. جناب احمدزاده، میخوایم که از دو دور قبلی واکسن پولیو که کمپاینش آغاز شده بود یک اشاره‌ای داشته باشین، به خصوص دوره قبلی که چقدر با موفقیت سپری شد و چقدر سطح آگاهی مردم از دفعه‌های قبلی و از سال‌های قبلی کرده این بار بیشتر شده بود. خوشبختانه ما تا بال دو دوره سرتاسری را امسال تطبیق کردیم در سراسر کشور. دوره آخری ما در ماه می 2017 بود که ما کمترین ارقام را در سال دو سال گذشته کمترین ارقام را که از واکسین باز ماندن ما داشتیم در دوره می 2017. یعنی ما در تمام کشور 80133 طفله در سرتاسر کشور از واکسین باز ماندن در این دوره. جناب دکتر احمدزاده، بین در رابطه بازی صحبت بکنیم که کسانی که آگاهی ندارن از مرض پولیو یا می واکسین پولیو چطور میتونیم اونا را آگاهی بدیم؟ اصلا ما پروگرام های مختلف آگاهی را اندازی کردیم. یک پروگرام های عمومی است که در تمام کشور است. فرضاً به طور مثال ما در برنامه های تلویزیونی داریم، همچنان اعلانات تلویزیونی داریم و پوستراس، بنراس، لیفلیتاس که به هر خانه میره. علاوتاً از این ما پروگرام هایی داریم که در داخل جامعه هستند. یعنی ما بزرگای قومی را در هر مرحله پروگرام داخل می سازیم، ملای ماما را در هر دوری پروگرام داخل می سازیم و همچنان وزارت حج اوقاف با ما در این راستا بسیار همکاری میکنه که مسیجای ما را از طریق مسیجای خود از طریق وزارت حج اوقاف به تمام مساجد میرسانیم. و دوم علاوتاً از این در اواخر چون ما لیفلیت ها را توزیع میکنیم خانه به خانه، اما چون سطح تعلیم در ساحات که فوق العاده زیر خطر هستند، زیر خطر پولیو، خطر پولیو هم بیشتر است، اما اونجا مردم خوانده نمیتونه زیاد، خصوصا مادرایی که ضرور است برش کتاب فامله پولیو، برای وا یک رقم کتابای صوتی را جور کردیم که وا کتاب خلاص میکنه، فقط تمو انگشت سر هر چیز که میمونه او برش میگه، به جای از اینکه بخونه او میگه برش که اصلا پولیو چی است، چی فواید واکسین چی است، اگر طفل واکسین نشه خطراتش چی است و پالی پولیو دیگه مسیج های ضروری هم برشان میده. دکتر صاحب احمدزاده، یک مسئله در قسمت ممانعت وجود داشت که بعضی از خانواده ها اجازه نمیدادن در دوره های قبلی که ای واکسین صورت بگیره بر اطفالشان. آیا همین دوره قبلی شاید طور ماجراها بودن یا خیر؟ بله، ما در تمام افغانستان در حدود 1.2% خانواده هایی داشتیم که واکسین نماندن. بیشترین از این خانواده در ولایت کندار بود. خوشبختانه در دیگه ساحات افغانستان ما اینقدر زیاد مشکل نسبت به دیگه ممالک نداریم. فرضاً در دیگه مناطق زون جنوب کشور که مشابهت زیاد داره به قندار، هلمند است، زابل است، سروزگان است، بسیار یک در جامعه بسیار واکسین یعنی به یک چیز خوب میبینه و این واکسین پولیو را یک برداشت دیگه به نحوی بعضی مردم ازش دارن که ولی این چیز است و تمرکزش زیادتر در قندهار است، در ننگرهار و کنر است و همچنان در پکتیکا هستند و خصوصا در مردمی هستند که در ولسوالیایی هستند که به ولسوالی زیادتر مردم در اواخر از پاکستان برگشتن به کشورشون. بله جناب دکتر صاحب، با شما خاط بودیم و سوالات دیگر هم با شما انشالله مطرح می کنیم، اما آل میریم به طرف وقفه. اما پیش از وقفه کوتاه می خواهیم که واکسیناتورایی که میان به در دروازه تان اجازه ازی را بتین که فرزندانتان واکسین بکنن، با انداختن دو قطره واکسین میتونین که زندگی فرزندتان هم نجات برین. میریم به طرف وقفه، پس از او هم در ادامه برنامه با جناب دکتر صبح احمدزاده هستیم.
برگشتیم در ادامه صحبت‌ها. جناب دکتر میوند احمدزای مهمان ما هستند. امروز سومین دور کمپاین پولیو در سراسر افغانستان آغاز شده و در ادامه صحبت‌ها جناب احمدزای اگر یک موضوع را اشاره کنین که کسی که در دوره قبلی یعنی دوره دوم در داخل کابل یا هر ولایت دیگه واکسن پولیو را کرده باشه، این بار هم باید اجازه داده شوه خانواده برشان اجازه بتن که اطفالشان واکسن شوه یا خیر؟ بله، اصلا واکسن در هر دوره که میشه به هر طفل 5 سال واکسن ضرور است. اگر یک هفته پیشتر هم در کلینیک واکسن کرده باشه باز هم برش واکسن ضرور است و واکسن برش هیچ نقص نمیرسونه. یعنی خصوصیت واکسن پولیو همی است که در یک دفعه اگر بدونیم تا یک حد معافیت بلند میبره. هر چقدر که ما دوزای واکسن زیاد میدیم مقدار معافیت بدنشان بالا میره. ما ساحات دیده و حالت معافیت اطفال دیده به مو اساس پلان کمپاین ها را میکنیم که فرضاً در کابل یک طفل به 9 دوز ضرورت داره، در مزار یک طفل به 4 دوز سالانه ضرورت داره. اینی را دیده باز مو رقم کمپاین ها را ما پلان میکنیم. چرا دکتر صاحب احمد زید یک تعداد کسا در سفر هستند، همیشه از یک جا به دیگه جا میرن، از اینجا به اونجا میرن و بارها مثلا کمپاین واکسن آغاز میشه اونا از واکسن مستفید نمیشن، آیا چطور میتونن که اونها از این واکسن مثلا مستفید شوند؟ کسایی که در سفر هستند ما برای او تیمای مشخصی را داریم. در تمام پوینت هایی که فرزند به کابل داخل میشین یا در کابل بیرون، در تمام دروازه اوجا تیمای واکسن پولیو است که به صورت دائمی کار میکنه و نه تنها در جریان کمپاین، در هر وقت که طفل از ساحات میگذره اوجا برشان واکسن میده. همچنان در ما تیم های مارکت داریم، تیم های در جاهایی که اوجا میله است اوجا داریم و در بازار تیم های مشخص داریم در جریان کمپاین و از تمام ساحات خصوصا در ساحات که زیاد پرخطر هستند فرزند در جنوب کشور اوجا از هر ولسوالی که به مرکز داخل میشه یا بیرون میره دکتر صاحب یک تماس سمی تماس می میگیریم ببینیم که حرف هم وطن ما چی است. سلام. بله سلام علیکم ایمان جان، خوب هستین؟ تشکر خوار. میشه سوال مطرح بکنی؟ ببخشید من میخواستم از واکسیناتور سوال کنم که دو دوره میشه که واکسین پولیو سرتاسری اعلام میشه، چرا در ولسوالی دیسات نمیه؟ بله. آیا دیسات مربوط کابل نیست؟ بله. تشکر. دست دیساب شکایتی بود. بله، ما در چیز دیساب یک ولسوالی هستن. وقتی که ما ساحات پرخطر کابل واکسین میکنیم در او کمپاین دیساب شامل نمی باشه. پس دیساب یعنی اما در این دوره شامل است. در این دوره شامل است. ما گفتیم که دورای نو دوره ما داریم که در ساحات پر خطر هستند و بلی. 4 دوره سرتاسری است. در این دوره سرتاسری دوره حتما ان شاء الله شامل. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب احمدزی. میریم به طرف وقفه، پس از او ادامه برنامه بخش حال شما.